بچه داشت به من میگفتا؟ من نفهمم چرا میگه. یعنی من احمق گوش نمیکردم به حرفاش. خانم جان، کاش شما میتونستید این کتاب رو بخونی. یعنی حیرت میکردی از این حجم شباهت. حالا نگم واب به وابش این زندگی ما، نه خیلی چی داشتم فرق میکنم، ولی 40-50 صفحه اولش که میخونی اصلا خودی شب تا حالا نخوابیدم، نتونستم بخواب. بیا این قیافه من نشد بخوابم. کاش یکی بود میتونست بهم کمک بکنه. کاش لااقل شما میتونستین یه اطلاعات عظیم به من بدین. ببین خانم جان، این نویسندش یه بابای مال تونسه ولی تو فرانسه زندگی میکرده، اسمش هم القیروانیه. شما بگو چطوری ممکنه یه آدمی اون سر دنیا یه کتاب بنویسه که یه قصه توش باشه که توی اون قصه یه خانواده باشن و به این حد به ما شبیه باشن؟ چطوری ممکنه؟ اونقدی شبیه که حتی اون خانواده قصه آقای القیروانی یه کاغذ جادویی دارن که دو پاره شده عین مال ما. چطور ممکنه همچین چیزی؟ حالا ته قصه چی میشه؟ بابای خانواده ول میکنه میره، غیب میشه، اصلا فرار میکنه. کجا میره؟ اصلا بابای خانواده کیه؟ شما بگو. آفرین، این همون آدمیه که من توی همین خونه اون شب توی آشپزخونه دیدمش. به همه هم گفتم آقا این خود منه. هیچ کی حرف منو باور نکرد. حالا برای چی اومده بوده اینجا؟ این اشاره اومده بوده اون قطعه نقاشی که پیش ما بوده رو برداره با خودش ببره. چرا میخواسته ببره؟ چون اون دنیا به اون آدم هم گفته بودن که اگر میخوای بدبختیات تموم بشه باید این پازل کامل بشه، این دو قطعه باید کنار هم دیگه قرار بگیره. اینجوریه. حالا میدونی وسط مشکل من چیه؟ موندم این آدم اگر تونسته بیاد اینجا چرا من نمیتونم برم اونور؟ حالا این چیز داره اصلا بلش کنم چون یه چیزی بهت بگم حیرت میکنی. حالا که فهمیدم اصلا چی به چیه، ببین چی دیدم و خودم نمیدونستم چی دیدم. من دیدمش، من تابلوی شهر مدهوشان رو دیدم توی یکی از خونه های روماندر. دیدمش کاملش هم دیدم، باورت میشه؟ اون تیکه‌ای هم که پیش ما نیست، اون گوشش عکسی یه دونه از این سرگین قلتون هست، همون عکسی که اون شب در